بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې زموږ سره یاستئ او خپله خپرونه مو تر دا دمره سره په مینه باندې وکتله او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. د هنر برخه ده او د هنر په برخه کې راسره کاظم اجرم د فلمونو لیکوال او ډایرکټر په خپرونه کې دی. له دوی سره د دوی په هنر او لیکوالۍ خبرې اترې لرو. اجرم صاحب صبحتان بخیر. سلام بر شما، سلام بر بیندگان عزیزان، صبح زیبایتان بخیر. تشکر، سلامت باشی. آقای اجرم، چقدر وقت میشه که در فیلم نویسی مصروف هستیم؟ ما کلا 4 سال پیش زمانی که وارد دانشگاه کابل شدم، دانشگاه هنرهای زیبا، بخش سینما انتخاب کردم و فعلا 4 سال میشه که در بخش سینما کار میکنم. 4 سال میشه. 4 سال که از چی انگیزه گرفته که باز فیلم نویسی شروع کردی؟ من خیلی علاقه من به روایت داستان هستم. به هر شکلی که میشه، خب وقتی کودک بودم خودم بیشتر مینوشتم، در نوجوانی بیشتر دوست داشتم یک نویسنده باشم، اما زمانی که بزرگ شدم تصمیم گرفتم که این روایت را از طریق تصویر بیان کنم. به این خاطر تصمیم گرفتم وارد سینما شوم، چون سینما یک ساله خیلی قوی است در کلان در رسانه در دنیا. خودتون باز فیلم نویسی کودک میکنین، فیلم نویسی کودک با بزرگ سالان چی تفاوتی دارن؟ خب سه تفاوت خیلی عمده دارم، خیلی کوتاه در با مرسه اشاره میکنم. اولین تفاوت ژانر کودک با ژانر بزرگسالان در محتوا یا کانتنت یا مو ژانر است که تمامش در مورد دغدغه های دنیای یک کودک است. مثلا یک کودک هیچ دوست نداره در مورد خشونت یا ناامیدی یا کلا سیاسی فیلم ببینه. کودک دوست داره در مورد امو دغدغه های شخصی یک زندگی کودکانه فیلم ببینه. به طور مثال یک کودک دوست داره در مورد یک خواهر برادر فیلم ببینه که در روز مادر برای مادرشان دوست داره بهترین عدی دنیا رو ببره. یا در مورد یک پسر بچه ای که خب دوست داره مکتب بره. این موضوعات است که کودک بیشتر دوست داره در مورد فیلم ببینه، کانتنت بود. موضوع دوم هم رنگ یا کالر در فیلم است که ما در هر شات یا در هر نمای یک فیلم کودکانه ما رنگ میبینیم، مثل آسمانیابی، خوب چمن سبز، یک پیراهن سرخ. این بیشتر به کودک انگیزه میده، کودک ها بیشتر رفیق میشه، دوست میشه با این نوع فیلم ها، یک حس صمیمیت ایجاد میکنه. برخلاف درام که بیشتر خب رنگ گری یا مون خاکستری داره که یک نوع حس دراماتیک داره، اما برای کودکان نه، کودکان بیشتر با اون نوع رنگ ها ارتباط برقرار نمیکنه. و موضوع سیما مامو شخصیت پردازی، یا خب شخصیت پردازی طوری است در فیلم کودک که کودک باید دیگه خب شخصیت ها من خود کودکان است یا نوجوانان هستند که برای کودکان بیشتر قابل درک باشه و بیشتر یک نوع حسی امدادپینداری ایجاد کنه برای کودک. از سفر روسیه برام بگوین که در سفر دارین، به روسیه بخیر میرین، خودتان میرین، دعوت شدین، چی هستن، به خاطر چی میرین؟ دو ماه بعد قرار است که یک از بزرگترین جشنواره های کودک در روسیه برگزار شود، جشنواره سینمای کودک در شهر تیومین در روسیه برگزار میشه که خب یکی از بزرگترین جشنواره‌های کودک در دنیا است. خوشبختانه فیلم کوتاه ما که اولین فیلم کوتاه در سطح پروفشنال بود، زیباترین پیراهن کابلی کاندید شده در کاتگوری بهترین فیلم و قرار است ما یک ماه بعد سفر داشته باشم به روسیه. و خب در کناری که ما در جشنواره حضور پیدا میکنم، بعضی پروژه های هست با فیلم سازان مستقل سینمای روسیه که کلا در مورد کودکان است. تبریک باشه از فیلمتون که کاندید شده. با امید پیروزیتون. چقدر وقت جمع باشین؟ حتما اونجا تمرینات هم هست، دیگر ممرای دیگر سینماگرا هم روبرو میشین، دستاورده و چیزا رو باشین الله صحبت میکنه. خب بعد از ختم جشنواره قرار است یک ماه دیگر هم باشم، یعنی کلا سه ماه قرار است اونجا سپری کنم. خب بیشتر هم مسائل پروژه است که قرار است فیلم ها در مورد ژانر کودک بسازیم به گونه مشترک با فیلم سازان روسی که همه ما مستقل هستیم. یعنی در جشنواره تنها فیلم سینماگرای روسی سی از دیگه جهان هم هستن؟ تقریبا از تمام دنیا است. فقط جشنواره در تیومین روسیه برگزار میشه، اما فیلم سازان بیشتر از آسیا و اروپا دعوت شدن. خود دعوت شدین. شما خودتان چند سال، 4 سال گفتین که در جشنواره هستین، باز فیلم بسیاری روی آوردین به فیلم نویسی کودک. چی انگیزه یا از چی انگیزه گرفتی که شروع کردی و فیلم کودک نوشتی؟ ما به نظر شخصی ما کودکان نماد واقعی از خالص بودن و معصوم بودن است و ما فکر میکنم باید ما در این بخش بیشتر کار کنیم، چون سینما افغانستان به هیچ عنوان به نظر ما یک کار حسابی و درست برای کودک
نه نه نداشتن، یعنی بیشتر فیلم هایی که در مورد کودک ساخته شدن فقط هنرپیشه ها کودک بودن، اما کانتیت یا محتوای فیلم بیشتر خشین بودن، یعنی این نمیتونه فیلم کاملی کودکانه باشه. من بیشتر تلاش میکنم در فیلم های خود بیشتر کانتیت و محتوا و شخصیت پردازی هم برای کودک قابل درک باشه. بسیاری زمانی که میبینم فیلم های افغانی که تهیه میشه بسیار میتونه زشت یا بعض چیزایی را آورده برای از واقعی، یا وی یتیم است یا جای کار میکنه که شاق است. خودت در فیلم ها چی جای دادین که یک تصویری به جهان بکشانی که افغان این قسم هستن؟ خیلی به موضوع عالی شارک کردین. امی موضوعی گفتین خشونت و فقر خیلی خیلی روی کودک تاثیر منفی میگذاره، چون کودکان خیلی زود تحت تاثیر یک محتوا قرار میگیره. من تلاش میکنم همین موضوعات نشان نتوم. خب کودکان بیشتر دوست داره دنیا رنگین ببینه، اونها غمشان هم خیلی غم بزرگ است، خوشحالیشان هم واقعا خوشحالی بزرگ است. من تلاش میکنم همین خوشی های کوچک دنیای کودکانشان را بزرگ در سینما بیان کنم. بله، تشکر، سلامت باشیم، لبه تقدیر است. اگر بگوییم که کجا گرفتین، در چی بود، کدام جشنواره بود، یه شخصی بود، چی رقم؟ این بزرگترین جشنواره ملی بود در سطح افغانستان که پارسال برگزار شد. در دومیش جشنواره دیده نو بود، خب یک جشنواره کاملا دولتی بود. من فیلم کوتاهی من در سه بخش کاندید بود که اوارد بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد و همچون اوارد بهترین سینماتوگرافی و این هم اوارد و تقدیرنامه بهترین فیلمنامه است. چی برام بگوین اوارد که گرفتین؟ اوارد بهترین فیلمنامه بود که من مقام اول بخش فیلمنامه گرفتم. بسیار خوب. علاوه یعنی داستان جذاب محصول فیلمنامه است. خب ایره چه وقت گرفتین؟ یعنی تقریبا یک ده ماه پیش، پارسال. یعنی یک سال تقریبا نمیشه دیگه گرفتین. و من در کنار ازی دو اوارد دیگه هم دارم که متاسفانه نتونستم با خود بیارم. از هند بود جشنواره آمیتی و همچنان از الجزایر بود جشنواره دروازه دیجیتال. بله بله، بخیر باشه، بسیار تشکر، قربان با امید فیروزیتان، بخیر باشه، خوش آمدین، بخیر باشه، سلامت دوستان. لطفا هم نړۍ مننه چې راسره وي خبرونه مو راسره تر دادم په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوی. زو د میته ولدمې وروسته د خبرونه پاتې برخه هم هیروي زموږ سره اوسئ.